سلام هموطن عزیز، صبحتان بخیر. خدا کنه که جور و ساعت و سلامت باشین. شما بیننده افغان استریت فود از آریانا هستید. باز هم خیلی در یک جای تاریخی آمدیم با احسان برگر در مکرویان. میخواییم امروز ببینیم طرز تهیه برگر وطنی را که چی گونه است. بین میریم داخل. سلام برسد به همگی. سلام علیکم. مانده نباشید. ساعتتون خوب است انشالله. بخیر هستید. ساعت سلامت. زنده باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. ساعت شما خوب است. بخیر هستید انشالله. ساعت من. خیر. سلام علیکم. خوب است ساعت. ساعتتون خوب. بخیر هستید. اجازه است. سلام علیکم صاحب. ساعت مبارک داد. بخیر هستین ان شاء الله. بخیر هستین. صبح شما بخیر. شما بخیر باشه. سلامت باشید. زنده باشید. سلام برسه برادر عزیز. خوب هستین ان شاء الله. سلامت باشین برادر. سلامت باشین. تشکر. شما زنده باشین. سلامت باشین. دوستا پیام گذاشته بودن هم در واتس اپ هم در ویدیوهای قبلی ما در برنامه افغان استریت فود که برین سر بزنین با احسان برگر که من فکر میکنم قدامتش اضافه تر از 40 سال میشه. همونجا چیره خاندم سال تاسیس نوشته است که سال تاسیس احسان برگر 1360. از آمد احسان برگر تقریبا 40 سال میشه که پدرم تاسیس کرده. دیگر شکر فضل خدا الحمدلله ما خودم تقریبا 27 سال هستم. دیگه این اینجا کار میکنم و زندگی روزگار ما پیش بره. خوش شکر. خب چون دوستا تقاضا کرده بودن اگر اجازه باشه که بیاییم به طرف آشپزخانه از طرز تهیه گزارش بگیریم. از کدام را باید بیاییم؟ این از این را هم بیاییم بیاییم درست است. سلام. سلام. بازم خوب است انشاءالله. ساعت سلامت. استادا سلام برسه. ساعت سلامت است انشاءالله. همگی خوب است. زنده باشین. همتان عزیز، فعلا در داخل آشپزخانه احسان برگر هستیم که شما خیلی خاطرهای خوب و شیرین دارین، چون کسایی خصوصا کسایی که در سایه مکرویان زندگی میکردن در مجموع تمام کابل همگی میامدن به خاطر خوردن برگر پیش شما. وگه او وقت شاید خودت تولد نشده بودیم. قبلگاه صاحب شان بود، حالا فضل خدا قبلگاه صاحب شان هم حیات است، ولی امروز فکر میکنم که نامدن کار داشتن دیگه. حال فعلا کار به دست ما دادن دیگه. ما پدر ما تقاعد دادیم. خب من خدا کنه که روند کاری پدر تانه پیش ببره. انشاءالله کوشش میکنیم که چیزی که پدر ما تاسیس کرده و از او کده میخواییم که بیدر و خوبتر و خوبتر بکنیم. خیلی خوب. ما جوان هستیم، نیرو زیادتر داریم دیگه، میخواییم که کار زیادتر بکنیم. انشاءالله در کار بارتان موفق باشید. میشه که یک چند تصویر همی لحظه بگیری از آماده کردن برگر؟ یک قطار برگر ما 50 دانه است. 50 دانه در 10 دقیقه جور میشه. در 10 دقیقه یک قطار ما جور میشه. این برگر ما برگر ساسیجدار است. این مشهورترین برگر ما همی است. درست که در قدیم هم ساسیج داشته بوده. دقیقا. در قدیم هم ساسیج داشته. تقریباً همین یک قطع برگره که میچینن 50 دانه است. 50 دانه در 10 دقیقه جور میشه. دیگه اما مرحله اولش که است، نان است، نان پرکی، ترکاری است. این نان پرکی هم مربوط نانبایی خود ما میشه که زیر نظر خود ما جور میشه. خیلی خوب. نان فرمایشی است. نان فرمایشی است. دیگه بعد از او گوشت برگر است. گوشت برگر هم زیر نظر خود ما جور میشه. و گوشت صحیح، گوشت صحیح است که یک کیلو زیر ما 450 افغانی ما میگیریم. بر ما تمام میشم جور شدن از این. و مثل برگرهای بازار ور نیست، ما هر رقم گوشت استفاده میکنه. این گوشت ما مخصوص گوشت برگر است که جور میشم و پشت سر از این چپس مانده میشم. بعد از این تخم است، یک دانه تخم مکمل، بعد ساسج است. بعد این که جور شد از اینجا بازی را ما میاریم در استیم میمانیم. درست. این استیم است. داخل استیم میمانیم به خاطر نان از این نرم شوه. نانش نرم شوه. باز برگر ما یک خوبی که برگر ما داره که
چیپسش هیچ وقت قاق نمیشه. خب اینجا گفتین به خاطر از اینکه نان است. نانش از اینجا نرم نگاهش میکنن. از اینجا که جور شد بعد میایم داخل استیم میمونیم. بازی رو ما بخار میدیم در 90 درجه. در 90 درجه ما بخار میدیم. وقتی از جک خلاص شد باز بر مردم توزیع کردن میره. توزیع میکنن مشتریایی که میان نوشجان میکنن. خب از امی اومده کردنش مسعود جان بگیره. درست. اینا بخیر دیگه نوبت چپس رسیده. نوبت چپس رسیده. خب از کچالو نگفتین چون هموطن عزیز و زمانی که ما رسیدیم دیگه اینا هم چپس و اینا ایشان پخته کردگی بود. گویا که نام خدا خیلی بیروبار هم است مزاحمشان نمیشیم که مو از ابتدا بگیریم کار. تصویر بگیریم خوب است که خودت معلومات بگیریم. چپس ما که از مخصوص است. این چپس هیچ پاک نمیشه. این چپس ما نرم است. هرچی که داخل ما رو داخل روغن هم بانه می چیز نمیشه. نرم است. یک نوش جان کو یک نوش ببینی که چی قسم است. نرم است. این چپس ما در دکه جای کارخانه ما که از مکمل در دکه جای است. او جا آماده میکنن میارن. پخت اوجا میشه. فقط ما اینجا میاریم یک گرم میکنیم بس. درست. ابی کچالو رو نگفتیم که کدام کچالو رو استفاده میکنیم؟ از کچالوی بامیان است دیگه؟ فعلا موسم کچالوی بامیان است، کچالوی بامیان استفاده میکنیم. خب چون کچالوی بامیان خیلی مزه‌دار و همطور خب شیرین است. دقیقاً، دقیقاً. گفتیم که در ظرف 10 دقیقه 50 دانه برگر آماده میشه. تقریباً از 50 دانه هم زیادتر است، تقریباً 55 دانه است. یعنی میدم 10 دقیقه آماده میشه. اینا شما میبینید دیگه پیش نظرتان که چه قسم است، چه قسم به صورتی کار میکنن. و کارمندای ما هم که از کلشان مسلکی و ورزیده. مسلکی و ورزیده هر کدومش 20 سال، 22 سال، 23 سال، 24 سال، 17 سال، 18 سال میشه که امروز ما کار میکنن. درست درست. این نمک است. نمک میخوره بعد اون مسالهی که ما در برگر خود استفاده میکنیم فقط خالص مرچسیاز دیگه چیز نداره. درست. فقط نمک و مرچسیا و ترکاری هم فکر میکنم تناک از کرم استفاده. تناک کرم است و کم واری بسیار کم پیاز هم است. درست. کمه که پیاز هم است. البته پیاز سفید است. بله پیاز سفید است که استفاده میکنم. دیگه چیزی خو ندارم. و در آخر که باز کسی که میخواست باز ما یک چتنی مخصوص داریم. درست. چتنی وطنی مخصوصی که خودتان آماده میکنیم. مشهور مزه‌دار که میگنه برگر ما را چتنی ماست. ترکیب چتنی از چی است؟ ترکیب چتنی مرچ سرخ، سیر، سرکه. بس. مرچ سرخ، سیر، سرکه. بله. بازی یک چیز دارن که تقریبا ما از یک سال به یک سال میمونیم مرچ تا به قیام برسه بعد استفاده میکنیم. خب این مرچ بر چتنی آماده میکنین. در چی میمونین که به قیام برسه؟ اینا ما در داخل مرتبان ها جابجا میکنیم میره که این خوب میرسه. ماشین میکنیم داخل مرتبان ها میمونیم بعد باز کم کم از امو ماشین کده و میاریم در داخل دکان استفاده کده و میدیم به مردم. یک چیز است هموطنان عزیز که این برگر فروشی نامدار و شاندار در کل کابل دیگه نظیر نداشت و ندارم فعلا هم چون بسیار از مشتریایشان قسم از این که خود از اینام بر ما گفتن اسم مبارک فراموش کردم. ایشان عادلیار. ایشان جان عادلیار بر ما گفتن که مثلا از سمتای طرف دارلمان و خیرخانه و حتی از سر کوتل و از نقاط دوردست کابل میان اینجا به خاطر برگر نوشجان کنن. ما هم یکی دو سه دفعه که در این مسیر بودیم آمدیم خوردیم واقعا که خیلی مزه دار است و امروز نظر به تقاضای شما که خواستین و که بریم به برگر فروشی طرز تهیه ایشان برگر رو ببینیم ایشان هم لطف کردن مهربانی کردن با وصفی که بیروبارشان نام خدا خیلی زیاد است ولی ما را اجازه دادن گفت وقتی که بینندام میخواد گفت ما می برگر فروشی را برای هموطنای ما آماده کردیم وقتی که نو میگن دیگه چرا نه هزار دفعه یک عالم از خود تشکر قربانت سلامت باشی. خب اما موضوع چتنی ما گفتین مانده بود در کجا است که یک دفعه هم تصویرش رو بگیریم و هم درست این دیگه خوب تندام باشه بسیار تندام هست و بسیار مزه‌دار هم هست دمی مکرونا اگر قاشقا یک بار مصرف باشه که کمک بچشه خب یک کمک بریز خیدمی کم مگم کنید
مرچ ما مثال نامی از دمی خانه مکرون عطمان مرچ ما پیدا میشه. بازی هم تنها همراه برگر مزه نمیده، همراه برنج، شوروا، لوبیا. بسیار تندو از اون چه پخته کردگی هست که کمک ما با تو شکا مره کی بگو یکی مرچه بخو خیلی مزه دار است. من زیاد همی ترشی و اینا را دوست دارم. از این نان برگر هست یک لغمه من بگیرم که بسیار مره تند تو بس شکا. خیلی تندو تندر باز خوب همین نان تندیره میبرم نمتمه عزیز. خیلی یک چکنی مزداد که ترکیب شما گفتن سیر است و مرچ سرخ و سرکه سرخه است. البته مرچ تازه بله 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 و سرکه است بله. ولی خیلی مزداد کمک تند کاره برگر خوب است. خب امیجا دیگه شما چپس آماده میکنید؟ چپس آماده شده گی فقط به خاطر گرم شدنش دمیجا فقط گرم میکنیم امیجا فقط گرم میشه و بعد چینده میشه. یک مرحله دیگه میگی جای اجارم گفتم نه که داخل استیم میمونیم بازی رو یک شارت بگیرین که وقتی برگرد تایید شد دوستا ببینه وقتی برگرد تایید شد میارین ما داخل استیم میمونیم که این نرم شوه بعد از این باز میتیم بر مردم. درست که آماده میشه باز ما میاریم داخل استیم میمونیم. ایره تقریبا تا 90 درجه و 80 درجه ایره ما بخار میدیم میشه بخار میدیم که این نرم شوه هم نانش نرم شوه و هم خودش گرم شوه که همو هر قطار ازی تقریبا 50 دانه یکونیم صد دانه جای میشه. به اصطلاح ایجا دیگه یک بخار میگیره که هم چپسش نرم میشه و هم نان خشکشون نان برکی است کمکشون نازک است سخت میشه و قاق میشه. بله ایجا نرم میشه بعد از این باز میتیم بر مردم توضیح میگونیم که بخورن و این پلاسگان مخصوص نان است. همین مخصوص نان است که ما داخل از میمانیم ببینیم گرم آمه است شما دست دارم تو چی کنیم گرم است. ایجا بعد از هر کدام از این صد دانه برگر میبره صد دانه ای یکی که باز پر شد باز دیگه استیم دیگه داریم داخل دیگه استیم میمونیم. این استیم کلان ماست داخل استیم چی است باز شما بدون از اینکه مشتریاتون میای امیجا فرمایش میتن و نوشجان میکنن بیرون هم توزیع داریم قراردادی و اینا هم داریم. بله ما قراردادی میگیریم از این وزارتخانه که چاشتانه نان ندارن ما یکان قرارداد میگیریم و بعضی از شرکت هاست که ما قرارداد نانچه میگیریم و زیادتر مشتری ما پیش ما میایه. باز ما دلیوری نداریم یک چیزی که دلیوری نداریم پشت خانه های کسی نمیبریم به این خاطر که برگر زود یخ میشه. کسایی که اشتهای برگر دارن خصوصا بیاین به احسان برگر باید همیج همراه فامیل خود بیاین و نوش جان کنن حتما دیگه جای زنان هم آماده کرد. دقیقاً جای فامیلی هم داریم دیگه یکم خورده است دیگه انشالله دیگه کلانتر خواه موفق باشین سلامت باشین تشکر از خودت خوش آمدین صفا آوردین قربانتان زنده باشین. خوبه که خودت خیلی مسعود عزیز یک چند تصویر بگیری. ما استفاده میکنیم تخم وطنی است تولید خود وطن است همین تولید از بازار که 100 روپیه یک کارتن چه ما قیمت تر میخریم و مگرم تخم خوبش کار میکنیم بهترین تخم کار میکنیم تخم تولید وطن تخم است که شما بازیر دمو او جوش میدیم. بله دمو جوش میدیم بعد پوست میشه بس اوجا باز برده میشه در چیز درست بخون برگر باز میبینید که آماده شده است. خودشونی خیلی زیاد است مقدارش بازی را یک وسیله دارین که گرم باشه یا نه؟ نه خب وقتی که شما دمو بیستیم میبینید باز پس که دمو هستیم که میمانیم همون گرم میشه مکمل چپس و چیز گوشتش گرم است و یا هم گرم میشه.
سلام برسه. سلام برسه برادر. چلا خوب هستین؟ صحت سلامت. نام خدا، نام خدا، ماشاءالله. احمدان عزیز ببینین که نام خدا این هم برگر است و هم جوس است. اگر اشتباه نکنم جوس هم است. رنگش مکس است مخلوطه. خوب هستین؟ اجازه است که بیشین و ما من رایتان. صحتتان خوب است؟ خیر خیرتی است. اشتیای خوب برتان میخواهیم. با مزرد که مزایم نان خوردنتان شده. خب میشه که خودت بگوی که چقدر وقت میشه به ایسان برگر میل؟ من بسم الله الرحمن الرحیم عبدالصبور یوسفی هستم. من دو بار میشه که آمدیم و واقعا خوشمزه است برگر شنان کنان جوس است که مکس است و امره هم کارا همیشه هفته یک بار میم و راضی هستیم. خب همه گیتون هم کارا هستیم در وظیفه دولتی حتمان داره. خب موفق باشین. چونی برگر فروشی را قسمی که همه گی میدانن خیلی قدامت تاریخی داره. اونجا من پیشترم خواندم که در سال تاسیس در 1360 است که تقریبا 40 سال میشه از این برگر فروشی. میگم که خیلی مزه‌دار است. چطور است برگرش؟ ما خطاوال نخورده. واقعا مزه‌دار است. من قبلا نخورده بودم اما همکار ما زیاد تعریف کردن از اینجا باز آمدیم. امره همکارات یک دوبار میشه. خیلی برادر ما. رسولی صاحب. رسولی صاحب قید اگه امروز مهمان رسولی صاحب هسته نه؟ مهمان اجازه صاحب هستیم. از کی؟ از اجابزای صاحب. اجابزای صاحب سلام برسه. این در این میمانی تان ما هم برابر شدیم با خدا. سلامت باشی قربان. شوخی کردم. خوب هستین انشاءالله. حتما خودت همیشه این جمعی دیگه که امروز دوستارم همکارارم میمان کردی. خب امی از شما کدام تان اول مشتری از این بوده؟ رسولی صاحب. خب امروز دیگه امی میمانی هم سر رسولی صاحب چپه شود. چطور؟ خدمت هستیم بزرگوارم میشه اما مردم افغانستان خود میمان نواز است. حتما خود دمی صاحب مکرویان زندگی هم میکنی یا نه؟ نه خیلی نه در شهر نو است. شهر نو هم نزدیک است دیگر. همیشه همی جمعی بر برگر خورده؟ اکثر اوقات برگر که مایل داشته باشیم این طرف نم. کاش که کرده خودت ما هم سر میخوردیم که یک روز ما هم پیش ثبت برنامه ما میاوردی اینجا که یک برگر میخورد. چوران ما در خدمت هر وقت خواسته باشین دوستان. سلامت باشین. با عزت باشین. قربان تان. تشکر از شما. ببخشین که مزایم نان خوردن تان شدم. سلامت باشید. بین پس میریم به آشپزخانه. خب ایشان عزیز یک لطف کن که از ما مهمان هم آمد. درست است؟ فقط دو دانه برگر روان کنین و یک دو دانه جوس. جوس مکسیم. درست است؟ هم جوس مخصوص ما که هست. مخصوص ایسان برگر که هست. اونم رو روان میکنم بردان. درست. سلامت باشین. بسید شما خود. قربان. استادا شما تشکر. سلامت باشین. زنده باشین. قربان تان. خیمه میرم به طرف مهمانه. من روان میکنم. درست است. قربانت. بخیر باشین. خب هموطن عزیز مهمان ما آمدن. سلام و خسته نباشید. تشکر. زنده باشید. بخیر هستین انشاءالله. زنده باشید. هیواد جان هاشمی یک شغل آزاد داره تا ای که یک لقمه نان حلال برای خانه و خانواده خود پیدا کنه. همونطور از یک همت بلند برخوردار است. بچه بردبار، بچه کاری کن. تشکر از این که خودت دعوت کردیم و دعوت ما رو پذیرفتی. اگر چه که زیاد نان ما فوق‌العاده امروز نیست، فقط برگر است. این برگر از اینا خیلی نامدار است. احسان برگر خوب نامدار است. همی که آمدی ما را افتخار بخشید. نباش تشکر. میروانی صاحب بیارینش که برگر هم آمد. سلام صاحب. صحت شما خوب؟ بخیر باشید. یک رفیق خواه آوردی؟ باش که مهمان داشتیم گفتیم یک دو دانه جوس هم. سلامت باشی. تشکر. از این همون چتنی سنی؟ همون چتنی که من خوردم خیلی تند بود. ایوان جان چطور است کاربارتان؟ شکر است. خوب است. این چالا گزاره میشه؟ بله راضی هستیم از کار خود. خوش شکر شکر شکر. همیشه در کاربارت برکت باشه و موفق باشی. تشکر. زنده باشی. ما همیشه هم کسایی که خصوصا میخواین کار کنن تا ای که همون یک لقمه نان حلال پیدا کنن به خاطر عاشه و عباده فامیل خود، من به وجود هر کدامشان افتخار میکنم و من مطمئن هستم که تمام هموطنان ما همچنان. بسم الله بخیر که یخ میکنم. شهر کابل نام داره. نام داره بالا. خیلی برگر. خب چون قدامت تاریخی داره تقریبا 40 سال میشه که فعالیت داره. تقریبا از 1360 60 اونجا نشته بود. 1360 آغاز فعالیتشون. بله تا 1360 میشه. نوش جان. یکی دو وقت دیگه هم اومدی؟ یکی دو بار اومدیم ما.
دوباره دیگه ما میسن این برگر میخوریم نوش جا پیدا کنیم در یهارات نسانیم نه نوش جا بگیم همتنه عزیز خیلی مزدار از دور از دلتان خصوصا همتنه ما که خارج از کشور زندگی میکنند اگر دل از وا زیادتر او میشه کسایی که در افغانستان هستن خصوصا در کابل هستن اونا خو میتونن که بیاید از این برگر نوششان کنند من در مانانس برنامه ما گفتم که تعداد زیاد از دوستای ما خاطره های بسیار خوب دارن از این برگر فروشی ایسان برگر خصوصا کسایی که در این ساحه مکرویان زندگی میکنن در مجموع از تمام کابل میامدن از منطقه های دالمان کارت 3 و کارت 4 و خیرخانه و همگی همینجا میامدن نان میشه مشهور از نمیار جه که نام شبی بهم تیکسی وان که بگیم ایسان برگر ببر همینجا میامدن ضرورت نیست که پرسان کدام میشه عمر از این برگر فروشی هم از ما خودت کرد زیاد است نکتیده کولیتیش خوب باش همیار گفت میامدن جوز درست است یا دیگر چیز هم بیاره؟ نه صحیح صحیح درست است جوز خوب است؟ درست است یک جوس جانانه داره جوس جانم مزه دار است چطور بود برگرشان خوب است بسیار خوب ایشال بله نوش جانت سلامت باشی یک عالم تشکر از اینکه آمدی دی مهمانی ما ما رو دعوت کردین وقت دادین برای ما زنده باشید قربانتان سلامت باشید خب هموطن عزیز این بود برنامه این هفته ما که تقدیمتان شد تا فردا که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم شاد و موفق و کامگار باشین گپ همیشگیم که صفحه ما را سابسکرایب کنین لایک کنین و در فیسبوک تانم شریک بسازین تا دوستای فیسبوکی تانم بیننده برنامه ما باشه شاید یک تعداد تان بگین که چرا در اینجا خدافیزی کردید چون نام خدا خیلی بیروبار زیاد شده دیگه اونجا هیچ امکاناتش نیست که بریم سلام کانتر یا جایی که پول میگیرن همیشه خدافیزی میکنیم بعد از او باز هم اونجا میریم خداوند یار و یاورتان